خوب هستی؟ قربون شما، سلامت مرسی، باشی. حالتون بهتره؟ خدا رو شکر دارم تلاش میکنم صدام نزدیک به صدای شما بشه. نفهمید، دیگه اینجا عادی بوده. حالتون که خوبه؟ آره خدا رو شکر بهترم. سعی کردم حالا با دمنوش و داروهای مختلف خودم رو برسونم به جلسه امروز. خب خیلی ممنونم ازتون که حالا با وجود اینکه ما در جریان بودیم که شما بیمارین، ولی خب به واسطه این وبیناری که قولش رو داده بودیم قبول زحمت کردید و تشریف آوردین. خیلی ممنون. قربونتون برم، خیلی خواهش ممنونم، میکنم. باعث افتخار من، خیلی متشکرم، خوشحالم که در کنارتونم و امیدوارم جلسه خیلی خوب و کنار هم دیگه داشته باشیم. ممنونم ازتون. با اجازهتون من یه معرفی کلاً از برنامه‌ای که امروز داریم داشته باشم و بریم سراغ صحبت هامون، که شما هم اینو داری، بیماری دارید، کسالت دارین، بتونید زودتر به استراحت برسید. من فکر میکنم که این گفتگو میتونه انقدر خوب و جذاب باشه که من بعد از این گفتگو حالم خوب خوب شده باشه. ایشالله مطمئنم که ایشالله اینجوری. ایشالله. خب برای دوستانی که حالا در جریان هستن عنوان وبینار ما چی هستش، بحث معارفه معماری داخل، میتونیم بگیم مدرسه معماری داخلی ایران به مدیریت مهندس منفاخر عزیز هستش، و مشخصا ما توی این جلسه ای که داریم با هم در مورد روند آموزش معماری داخلی صحبت خواهیم کرد و اینکه اساسا در مدرسه معماری داخلی ایران چی قراره که بگذره. و صحبت هم فکر میکنم که حالا اونطوری که تقسیم بندی کرده بودیم مهندس باید حلوش نیم ساعت 40 دقیقه در مورد مدرسه باشه و بعدش پنلی رو خواهیم داشت تا دوستان اگه سوالی دارن مطرح کنن. من پیش از این هم از دوستان خواسته بودم که سوالی اگه دارن مطرح بکنن و تعداد زیادی کامنت اومده بود و برای ما سوالاتی رو مطرح کردن دوستان که ما منتخبی از اونها رو هم از شما خواهیم پرسید در حد وقت. چقدر ما هستیم در خدمتتون، اگه صحبتی بر مقدمه داریم بعدش بریم سراغ. خیلی ممنونم، مرسی یعقوبی عزیز، خیلی متشکرم. ببخشید بچه، من اگر دوستان عزیزم، من اگر یه مقدار صدام گرفته است ازتون میگم، میخوام خیلی صدام شبیه آقای یعقوبی ماشاءالله پخته بشه نمیشه. خواهی میکنم بابت صدا. و اینکه هدفمون از جلسه امروز این بود که معرفی داشته باشیم از مدرسه ای که چندین وقت تیم مرکز روش برنامه‌ریزی کردن، مسئولیتشو به عهده من گذاشتن و امروز ما انتخاب کردیم برای رونمایی از این مدرسه و در واقع دغدغه هایی که حالا چه در حوزه آموزش در مرکز وجود داشت و چه دغدغه هایی که برای من در گربه اومده تو دقیقه می بیرونش کنم. منم امروز اتفاقا گربه هم نیست، یکم شرایط بهتره، یعنی صدای گربه آقای یعقوبی میشنید هیچ. بله عرض میکردم خدمتون، دغدغایی که مرکز در حوزه آموزش معماری داشت از یه سمت، و حالا دغدغای شخصی من در چه حوزه آموزش معماری داخلیه یه بخش دیگه کار جمع شد و نتیجهش تدوین یک دوره 4 ترمه در قالب یک کورس آموزشی معماری داخلی به نتیجه رسید. ما تقریبا از 2 هفته پیش تمام کارهایی که لازم بود برای دوره انجام بشه، از تدوین سیلابسا، تدوین دوره ها، هر ترم به چه صورت باشه، چه محتوایی در هر ترم ارائه بشه، و نکته ای که وجود داشت این بود که دوره به گونه برنامه‌ریزی بشه که کاملا پرکتیکال و به قول دکتر فاطمی تو دی پوینت بره به سمت، نمیخوام عنوان تربیت رو بذارم که دوباره با اون دوره تربیت معماری داخلی یکی بشه، ولی واقعیت اینه که آموزش یک سری معمار داخلی که نتیجهش بتونن کارهای حرفه‌ای در حوزه معماری داخلی رو انجام بده. این دوره و این کورس آموزشی که تدوین شده
من چند تا نکته رو بگم برای اینکه اگر خیلی ها میخوان تکلیفشون رو اصلا روشن بدونن که این دوره به دردشون میخوره یا نه، من اولش اینو بگم که این دوره برای کسایی که میخوان خیلی سریع به نتیجه برسن به درد نمیخوره. این دوره برای کسایی که فکر میکنن در عشقشون معماری نیست، علاقهشون، اولویتشون معماری نیستن به درد نمیخوره. این دوره برای کسایی که فکر میکنن نمیتونن زمان بذارن، وقت بذارن، تمریناشون رو انجام بدن، کار کنن، به درد نمیخوره. این دوره برای کسایی که دنبال یه فرمولن، یعنی یه دو دو تا چهار تا یاد بگیرن طبق منطق مغزی خودشون بتونن دیزاین کنن، هم به درد نمیخوره. این دوره خیلی بر پایه اطمینان به مرکز و حالا مدیریتی که من موظفم انجام بدم که شما در نهایت بعد از 2 سال تبدیل به یه طراح معمار داخلی بشید استواره. و خب قطعا توی این فرایند من تیم مرکز معماری هدفم اینه که شما رو در یک مسیر که بهش فکر کردیم حرکت بدیم و با توجه به استعداد و توانایی که دارید شما رو راهنمایی کنیم. سوال براتون پیش میاد که اگر ما وارد این دوره بشیم حتما بعدش معمار داخلی میشیم؟ قطعا بهتون میگم که قولی از سمت من و قولی از سمت مرکز در صورتی که اون ضوابطی که تعریف کردیم، قوانین و قانونایی که با هم دیگه میذاریم اول ترم نداشته باشیم قطعا به نتیجه نمیرسه. ولی در صورتی که در یک مسیر درست که قطعا همراه ما خواهید بود قدم بذارید و حرکت کنید به نتیجه میرسید. یه صحبت دیگه ممکنه پیش بیاد، بگه من در این حوزه استعداد ندارم، آیا این دوره رو میتونم شرکت کنم؟ نه، اگر واقعا فکر میکنی تلنت لازم در این حوزه رو نداری، وقت خودت و وقت بقیه رو تلف نکن. حتما باید بری حالا یا دورهای کوتاه مدت یا دورهایی که شاید بیشتر فرمول تو معماری بگن این دوره به درد شمانه، اون به درد اون قشر خاصه میخون. ولی اگر واقعا میخواید میدونید که از نظر توانایی و تلنت اون حد لازم رو دارید اما آموزش ندیدید، حالا به هر دلیل، حالا این ممکنه در شرایطی که در جغرافیایی که توش داریم زندگی میکنیم دلیلش باشه، ممکنه دلیلش شرایطی باشه که توش داریم زندگی میکنیم، حالا هر چیزی که میتونه باشه، اگر فکر میکنید که میخواید یه تغییری بدید و واقعا در این حوزه حرفه‌ای کار کنید، من فکر میکنم که این دوره خیلی میتونه به دردتون بخوره. از اونجایی که خب طبیعتاً وجهه حرفه‌ای و آکادمی که من تقریبا براتون شناخته شده است و حالا فارغ از اینکه دغدغه آموزش و دغدغه موضوعات مبانی و نظری برای من مهمه و قطعا برای مرکزم مهمه، اما در کنار اون تعهدی که ما برای شما داریم، اول به خودمون دادیم و بعدم به شما میدیم، اینی که این دوره یه دوره‌ایه که موضوعات عملی خیلی توش جدیه، یعنی ما با پروژه‌های واقعی سر و کار داریم، پروژه‌هایی که اصولاً ممکنه پروژه‌ای باشه که یا در حال انجام باشه، حالا چه توسط تیم من یا سایر اساتیدی که در این دوره مشغول به تدریس هستن، یا پروژه هایی که قبلا انجام شدن و ما با نقد اون پروژه ها میخواییم رویکرد شما رو در ارتباط با موضوعات جدید بدونیم. در ارتباط با آیه یعقوبی، من سوالا رو هم پایین دارم میخونم، یه سری از بحثای کلی هم که ما بهشون میپردازیم، صلاح میدونید که در ارتباط با موضوعاتی که پایین مطرح میکنن گفتگو انجام بشه؟ به نظر من اگه موافقین ما بذاریم سوالات رو برای بخش پنل، ما یه مقداری راجع به اون بحث مدرسه معماری داخلی توضیحات رو بدیم
و اینکه اصلا کلا دیسیپلینش به چه صورت هست، و بعدش در خدمت دوستان هستیم در بخش انتهایی. خیلی پس با اجازهتون من حالا اجازه دوستان فعلا بخش پیام ها رو حذف میکنم تا آخرش در بخش پنل بتونیم بهش بپردازیم و خیلی شما هم دیسترکت نشید در حین صحبت. خیلی ممنونم. من ازتون یک کسب اجازه میکنم، ببخشید چون خیلی سریع گرون خشک میشه، مجبورم که بیادبی کنم در حضور شما. من یه مقدار از این دمنوشم بخورم. دور آره من دیگه اون پایین رو نمیبینم، یکم عجیب شد اصلا. دوستان این دوره‌ای که تدوین شده یه دوره 4 ترم است که در هر ترم با توجه به اولویت‌هایی که ما فکر کردیم یه سری موضوعات رو در اختیار شما قرار میدیم. ترم اول بیشتر مباحث پایه‌ایه، یعنی همگی در این فرایند به یک ادبیات مشترک میرسیم. یعنی همگی زمانی که درباره فرایند دیزاین یا فرایند طراحی صحبت میکنیم میدونیم که در هر بخش منظورمون دقیقا چیه، و در کنار اون محتواهایی که ما در باز فرایند طراحی نیاز داریم، یعنی اطلاعات جانبی که نیاز داریم در زمان طراحی کردن در ارتباط با این موضوعات بدونیم ما هم یاد میگیریم. و در کنار این البته یه سری تمرین ها هم داریم که خیلی آروم شروع میکنیم به پیاده کردن این ایده ها و این تفکرات. از ترم در واقع 2 و ترم 3 و ترم 4 موضوع کلاس و موضوع دوره خیلی مشخصا برمیگرده به یک دغدغه در طراحی داخلی، مثل در واقع ترم اول که موضوع در واقع پروژه‌های مسکونی خیلی درش بلده، ترم دوم پروژه‌های اداری، تجاری و درمانی داخلش بلده، و ترم سوم در واقع یک مالتی کامپلکس رو با هم دیگه طراحی می‌کنیم که جزئیات مختلفش رو شما بتونید مشارکت کنید و یاد بگیرید، و در واقع در ترم آخر ما هدفم اینه که شما بتونید با جزئی نگری که در کل فرایند یک سال و نیمه یاد میگیرید در ترم آخر که در 6 ماهه آخر بتونید در واقع تمام اون آموزه ها رو در یک پروژه بزرگ و بیگ اسکیل دیزاین کنید و طراحی کنید. یکی از در واقع موضوعاتی رو که حالا حداقل من در حوزه آموزش تجربه کردم اینی که در واقع خیلی از دوستان جزئی‌نگر یا خیلی از دوستان کلی‌نگرن، و در واقع حفظ تعادل بین کلی‌نگری و جزئی‌نگری یکی از دغدغه‌های خیلی مهم برای هر طراحه، مخصوصا در حوزه اینتریور دیزاین که جزئی‌نگری علاوه بر اینکه واجبه اما میتونه مسبب پیشتر رفتن پروژه بشه، که حالا دوستانی که تا حدودی با این مباحث آشنان متوجه میشه منظور من چی. یکی دیگه از دغدغه‌هایی که معمولا دوستان در انتخاب دوره‌های آموزشی بهش فکر میکنن این که آیا ما بالاخره میتونیم بعد از گذروندن این دوره پروژه انجام بدیم یا نه. من تجربه کردم توی دوره های خودم که بچه ها ترس طراحی کردن و ترس خط کشیدن دارن، ترس اینو دارن که پروژه انجام بدن، و از اونجایی که ما پروژه های حرفه‌ای رو انجام میدیم و دقیقا کوچ میکنیم بچه ها رو که بتونن کاراکتر حرفه‌ای خودشون رو بسازن، کم کم آموزش میبینن که دونه دونه پروژه های کوچیک و کوچیک و کوچیک رو انجام بدن، بعدن یکم با تجمیع کردن همین پروژه های کوچیک پروژه های بزرگتر رو انجام بدن، و در نهایت بتونن یک سازماندهی فضایی بین اجزای مختلف در دیزاین داشته باشن، که در واقع اون بخش کلی نگری خیلی برمیگرده به موضوع ارتباط فضایی بین اجزای مختلف در دیزاین، که حالا خیلی ها توی این بخش
مهارت لازم رو دارن اما تو جزئیات متاسفانه نمیتونن وارد شن، یا بالعکسش. خب این در واقع شاید سختی کار برای ما باشه که بتونیم به جا و مناسب راهنمایی کنیم که شما بتونید در مسیر خودتون قرار بگیرید. من یه لحظه یه اصلاح هم انجام بدم. اصلا این دوره هم این شکلی نیست که ما دستتون رو بگیریم تاتی تاتی، اصلا نیست. این دوره یه دوره کاملا حرفه‌ایه با یه سری مدرس حرفه‌ای که شما قرار ازشون تجربه کسب کنید. ما یه دیسیپلین رو تعریف میکنیم، اما واقعا اینجور نیست که اگر خودتون براش تلاش نکنید اتفاق میفته. اصلا همچین چیزی نیست. من اینا رو میگم که در واقع توضیحاتم کامل باشه، و چون قراره به همدیگه تعهد بدیم در ارتباط با موضوع دوره، تعهدی ندم که خالی از واقعیت باشه. در دوره علاوه بر در دورهایی که تدوین شده، در واقع از ترم دوم به بعد، ما موضوعات تکنیکی رو هم وارد بحث میکنیم. همونجور که میدونیم ما در دورهایی که در دانشگاه میخونیم معمولا انرژی لازم، فوکس لازم روی مباحث تاسیسات نمیشه. ما مشخصا دوره تاسیسات الکتریکی، تاسیسات مکانیکی، بحث نورپردازی داریم. در ارتباط با موضوع متریال شناسی یک در واقع پاس دوره مختلف داریم درباره رنگ، سبک، مبلمان، در واقع موضوعاتی که موضوعات تکنیکی هست به صورت واحدهای مختلف در ترمای مختلف تدوین شده. هر ترم حدود 150 تا 200 ساعت آموزشیه، و در واقع حالا با توجه به اولویت هایی که برای آموزش لازم داری در هر ترم گنجونده شده. دوره هم به این صورته که ما به صورت دو سال، در قالب دو سال و چهار ترم تدوین شده. البته خیلی بحث سر این بود که ما در واقع این گفتگوی توی در واقع بحثی که عنوان شده بود مطرح بود که دوره به صورت یک ساله برگزار بشه، که من قطعا مخالف بودم، چون همونجور که گفتم اگه کسی میخواد سریع دوره بگذرونه و اینا، این دو این مال این دوره این نیست. این نیست، یه دوره است کاملا مثل یه دوره دانشگاهی چهار ترم، و از اونجایی هم که در واقع مدرک وزارت علوم داده میشه دوره به صورت علاوه بر اینکه ترمی که شما واحدهای مختلف رو باید پاس کنید، واحدها رو بگذرونید، نمره بهتون داده میشه، نهایتا کارنامه خواهید داشت. و من فکر میکنم که حالا یکی از دغدغه‌هایی که واقعا دارم میبینم، نقدش نمیکنم، قضاوتی روی این موضوع ندارم، موضوع مدرک گرایی احتمالا یه بخش خیلی مهمی وجود داره، دوستانی که برای مدرک میخوان این دوره هم بیان نیان. درسته ما نهایتا اینجا بهتون سرتیفیکیت میدیم، ریکامندیشن لتر میدیم، مدرک بهتون میدیم، اما کسایی که با هدف مدرک دارن این دوره هم میان نیان، به خاطر اینکه ببینید خودتون قطعا بهتر از من دورهای مختلف آموزشی رو شرکت کردید. همیشه ما به عنوان مدرس 50% از موضوع، 50% دیگه کسایی هن که توی کلاس حضور دارن و شرکت کردن و انگیزه دارن. شاید دقت کرده باشید مثلا ورودی مثلا 96 دانشگاه فلان بچه هاشون خیلی عالی هن، ولی مثلا ورودی 97 خوب نیستن، با اینکه مدرس همونه، سیستم آموزشی هم همونه. چیزی که در واقع بچه تمایز ایجاد میکنه حضور آدمهاییه که تعهدشون در این مسیر یکسان نیست. ولی ما اینجا حالا ما قطعا در زمان ثبت نام فیلتر میکنیم، حالا چند مرحله فیلتر داره و فیلتر نهایی هم توسط خودم انجام میشه، قطعا آدمایی رو جذب میکنیم که هم از نظر توانایی و تالنت در یه حد قابل قبول باشن و همین که هم تعهد باشن. مهم نیست شما چی بلدید، این اصلا گفتگوی من این نیست، قرار نیست شما یه چیزی بلد باشید اصلا، اتفاقا هرچی چیزی بلد نباشید برای ما بهتر. مهم اینی که آیا تالنت لازم برای حضور در این دوره رو دارید، و آیا تعهد اینو دارید که بعد از دو سال، اولا دو سال پای کار تلاش کنید، تمریناتون رو انجام بدید،
و بعد از 2 سال به عنوان یه معمار داخلی تو این در واقع کشور یا هر جای دیگه که دوست دارید، من تاکید میکنم روی این کشور، دلایلش رو فکر کنم دوستان میدونن، یا هر جای دیگه ای مشغول به کار بشید. خب خیلی از دوستان قطعا دغدغه کار دارن و من اینو بگم بد نیست، چون میتونه بهتون کمک کنه برای تصمیم گیریتون، نه در ارتباط با این دوره، کلا برای در واقع ادامه مسیر زندگیتون. خیلی از شماها میدونید که برای شروع و وارد شدن به بازار کار، حالا چه به صورت کارمند بخوایم جایی مشغول بشیم، چه خودمون بخوایم مستقل مشغول به کار بشیم، همیشه نیاز به یک عقبه و یه رزومه هست که بگیم ما چنین پروژه هایی رو کار کردیم. و یکی از محاسنی که دوره این چنینی داره، دوره ترمیک حرفه‌ای که کاملا هدفمند از شما پروژه میخواد، اینه که در اتمام دوره شما پروژه‌ای رو انجام دادید که میتونه در پورتفولیوتون به عنوان کارهای حرفه‌ایتون لحاظ بشه. ما تو دوره‌هایی که قبلا داشتیم، حالا با اینکه دوره‌های کوتاه مدتی بوده و حالا پروژه خیلی فورس در حد 1 هفته بچه‌ها مجبور بودن طراحی کنن تا هفته آینده که بخوان تحویل بدن، اما از توی همونها هم بچه‌ها رزومه های خودشون رو درست کردن، خیلی ها پیجای اینستاگرام حرفه ایشون رو زدن و ورود کردن به بازار کار، یا در واقع پورتفولیوشون رو آماده کردن و اقدام کردن برای اپلای کردن. بحث دیگه ای که در ارتباط با موضوع این دوره ترمیک وجود داره اینه که ما به کارگاه های عملی هم تو این دوره یه مقدار پرداختیم، یعنی که شما یه مقدار دستتون درگیر موضوعات اجرایی بشه. خب خیلی از ماها در زمانی که میخوایم شروع کنیم، ممکن این سوال برامون پیش بیاد که آیا این طرح و این چیزی رو که کشیدیم و ترسیم کردیم آیا قابل اجرا هست یا نه، آیا میشه اجراش کرد یا نه، آیا این مساله چگونه میشه ازش بهره برد، یا حالا سوالات مختلفی که در صورت برامون همیشه در شروع هست. من فکر میکنم که وجود یه سری کارگاه عملی که شما را درگیر کنه با بحث متریال خیلی میتونه کمک کننده باشه و پیش برنده باشه برای بحث آموزشی و در نهایت هم طراحی کردن. کارگاهی که براتون در نظر گرفتیم کارگاه فلزه، کارگاه چوبه و چند تا کارگاه دیگه که میتونید به صورت اختیاری انتخاب کنید، مثل کارگاه رزین که ممکنه علاقه داشته باشید و دوست داشته باشید که یاد بگیرید. یه موضوع دیگه هم که دوستان مطرحه اینه که چه شرایطی باید داشته باشین که بتونید وارد این دوره بشید. مقطع تحصیلی مهم نیست، یعنی که چه دانشجوی دانشگاه باشید و یا چه فارغ التحصیل دانشگاه باشید اهمیتی نداره، حتی اینکه معمار یا غیر معمار بودنتون هم اهمیت نداره، ولی یه در واقع ملاحظاتی وجود داره که در واقع باید مسلط به نرم افزارهای سه‌بعدی و رندرینگ باشید. یکی از بحثایی که پیش میاد اینه که خب ممکنه بگید شما بعداً در کار حرفه‌ای ممکنه خودتون دیزاین کنید و بدید یه نفر دیگه رندر بگیره، بله، ولی الان ما تصمیم اینه که اینجوری نباشه، یعنی شما خودتون علاوه بر اینکه باید مدل کنید، دیزاین کنید، مدل کنید، رندر بگیرید، پرزنتیشن انجام میدید، همه کار رو باید خودتون انجام. به همین دلیل یکی از پیش نیازهای مهم برای حضور در این دوره تسلط به نرم افزارهای مدلینگ و رندرینگ و پرزنتیشن. برای دوستانی که تخصص معماری ندارن، حالا ممکنه شهرسازی باشن یا رشته های خیلی متفرقه نسبت به دور از معماری، حتما باید یه سری دورهای پیش نیاز رو که حالا دوستان قطعا در زمان ثبت نام راهنمایی میکنن و باید بگذرونن و اون بیس حداقل رو کسب کنن، اما اون بیس حداقل هم معنیش این نیست که حتما میتونن توی دوره شرکت کنن و قطعا زمانی همونجور که قبلا هم گفتم امکان شرکت در دوره وجود داره که همه هم تعهد و با یک توانایی لازم و تلنت لازم سر کلاس باشن. یه نکته دیگه هم بگم، از اونجایی که دوره ترمیکه، یعنی شما ممکنه یه واحد رو پاس نکنید و مجبور شید با ترم بعد اون واحد رو بگذرونید.
و اصلا سیستم به این صورت حداقل تا زمانی که من مدیر این در واقع مدرسه باشم تحت هیچ شرایطی سیستم به این صورت نیست که شما اگر هزینه ای پرداخت کردید نمره ای هم دریافت میکنید و رد میشه. اصلا همچین چیزی نیست، به شرطی در واقع شما دوره رو انشاءالله بعد از 2 سال تموم خواهید کرد که واقعا اون حداقل ها رو کسب کرده باشید. آیا من فکر میکنم که کلیات موضوعی که باید مطرح میشد در جهت معرفی این دوره ی آموزشی که من خودم خیلی بهش امیدوارم، یعنی با این تجربه هم شده به تشکیل این دوره فوق‌العاده، من که خودم خیلی امیدوارم، امیدوارم که حالا شروع خوبی هم داشته باشیم. ممنون بابت توضیحاتتون مهندس. اگه موافقید من یه 4 تیر رو از همین توضیحاتی که دادیم به صورت حدودی بذارم که باز بتونم به صورت حسی همین رو ببینن دوستان اینجا، و یه چند تا سوال بپرسم ازتون در رابطه با همین. توی صحبتاتون هم اشاره کوچیکی بهش کردید. یکی از اشاراتتون به بحث این بود که ما یک دستورالعمل مشخص رو به بچه‌ها آموزش نمیدیم اینجا. بله. و عملا حالا اون روزی هم که با هم صحبت می‌کردیم شما راجع به مفهوم دیزاین صحبت کردین. امکانش هست یه مقداری در مورد این بحث دیزاین توضیح بدین که چه تفاوتی داره با اون چیزی که ما تحت عنوان دستورالعمل معمولا می‌بینیم که دوچارش میشن بچه‌ها؟ خیلی سوال خوبیه، یعنی خیلی موضوع خوبیه. من فقط یه توضیح بدم. ما الان مباحثی رو که مطرح میکنیم دوستان برای اینکه در جریان باشید، موضوعاتی که دیگه از این به بعد مطرح میشه بیشتر درباره جزئیات موضوعه و موضوعاتی که سوالاتی که برای شما پیش اومده، و در واقع کلیات موضوع مدرسه رو من براتون گفتم. یعنی اگر حوصله‌تون سر رفت یا موضوعی که براتون در خیلی شخصی موضوعات شخصی مطرح شد، این به این دلیله و در واقع چیزی که باید درباره مدرسه معماری داخلی میدونستیم و من عرض کردم خدمتتون. در ارتباط با موضوعی که مطرح شد و چه موضوع معرکه و واقعا دغدغه منه، بحث فرموله کردن دیزاینه. ببینید، مادامی که دوستان اینا دقت کنید، مادامی که ما در فرایند طراحی دنبال یک فرمول خاص میگردیم که بدونیم اگر این کارا را انجام بدیم نتیجهش یه کار خوب میشه، غیر ممکنه ما به نتیجه برسیم. در واقع این یه سیستم خیلی خیلی اشتباهه که ما در یک پروژه‌ای که در یک فرایندی که یک بخش عمده ایش موضوعات حسی و ادراکیه، بعد ازش انتظار داشته باشیم که در یک فرایند منطقی بتونیم در یک پروسه به نتیجه برسیم. من یه مثال بزنم، مثلا فرض بفرمایید طرف میگه من در معماری داخلی در سبک فنگشویی میدونم که الان به این صورت باید دیزاین کنم. اصلا ما هم چیزی نداریم، یعنی که اگه نمیدونم درخت سنوبر شرقی رو در ظل جنوب پایین ساختمون بذارید، مثلا ثروت وارد زندگیتون میشه. اصلا این دوره درباره این چیزا نیست، اصلا این دوره درباره این چیزا نیست. این که اگر دنبال در واقع اصلا این دوره برای کسایی که مغز مهندسی دارن هم به درد نمیخوره. من پیشنهاد میکنم اون دوستان میتونن دورهایی رو برن که بیشتر روی موضوعات تکنیکی یا موضوعات اجرایی بحث میشه، چون این دوره ها دوره دیزاینه. ما میخوایم در واقع با حواسمون، با ادراکمون، با منطقمون، همه اینا با همدیگه فرآیند طراحی رو انجام بدیم. همونجور که میدونید و من در واقع توی کلاس هم همیشه میگم، دیزاین شاید یه ابتدا داشته باشه و یه انتها داشته باشه طبیعتا، ولی موضوعش اینه که خطی که این دوتا رو به همدیگه وصل میکنه یه خط صاف و مستقیم نیست، و در واقع شما در لایه‌های مختلفی حرکت می‌کنید و به یه نتیجه می‌رسید. این شکلی نیست. آره. و این دوره اصلا درباره مسیرهای اینجوری نیست. از این دوره‌های یه هفته‌ای هم نیست. حالا در راستای همین من یه صحبت دیگه هم که داشتم، کلمه‌ای که باز زیاد می‌بینیم الان
یه جورایی مده عملا، بحث مینیمالیسم و کلا طراحی مینیمالیستی در معماری داخلی، همچین چیزی به نظر شما چه جایگاهی داره و اصلا درسته شما از همچین چیزی توی مدرسه استفاده میکنید؟ ببین، ما الان این گفتگو دو تا بُعد داره. یکی این که نقش تفکرات مینیمالیستی در فرایند طراحی چیه، یکی دیگه این که سبک چه جایگاهی در فرایند طراحی داره. ما در واقع یک واحد آموزشی سبک شناسی داریم که در واقع شما با سبک‌های مختلف آشنا بشید. اما من یه تقلب برسونم اینجا، سبک یه دستورالعمل، سبک 90% از خلاقیت شما رو میگیره، به خاطر اینکه بهتون میگه باید اجزا این باشه، تناسبات این باشه، رنگ ها این باشه، چیدمان این باشه، نورپردازی این باشه. سبک با خودش یه سری چیزا تحمیل میکنه. به همین دلیل من فقط در حد آشنایی در این دوره معرفیش میکنم و قطعا نمیخوام در فرایند طراحی که پیش رو داریم ازشون استفاده کنیم، ولی باید بدونیمشون، چون ممکنه شما در واقع با تسلط و آشنایی نسبت به موضوعات مسیر خودتون رو تعریف کنید. اما در ارتباط با تفکرات مینیمالیستی، دنیای امروز دنیای تفکرات مینیمالیستیه. من خودم به این معتقد بودم، چند روز پیش از آقای شیردلم همچین مطلبی رو دیدم که معماری یه فرایند استاد شاگردیه. در هر صورت زمانی که مکتبی رو یک نفر پایه‌گذاری میکنه و داره در اون حوزه آموزش میده، طبیعتا تفکراتی که خودش در اون حوزه داره غالبه در فرایند آموزش و این شکی توش نیست. یعنی طبیعتا کسایی میتونن در این دوره بیشترین بهره رو ببرن که با فرایند شکلی دیزاین مفاخر راضی باشن، در غیر این صورت خب طبیعتا به نتیجه نمیرسن. ولی تفکر مینیمالیستی یک بخشی از تفکرات دیزاینه و فرقی نمیکنه که حالا ما در واقع چه جوری داریم فکر میکنیم، اون به عنوان یه بیس همیشه وجود داره. ممنون ازتون. و یه سوال دیگه ای که هم من زیاد دیدم توی سوال دوستان که پرسیده بودن، هم همین که خودتون هم چند وقت پیش که صحبت میکنم یه اشارهی بهش کردین، دو تا سوال اساسیه که ما میبینیم دانشجوها و حالا علاقمندان به ایته معماری داخلی دارن. یکی اینکه از کجا کلا شروع کنیم، و یکی دیگه از سوالاتی که پرسیده شده اینه که کجا تموم میشه. مثلا اینو رسما پرسیده بود یکی از دوستان که اسمش فکر میکنم امین هم بود، که تا چه زمانی این پروسه دیولوب کردن و ما باید ادامه بدیم. از کجا شروع میشه؟ یه چیزی رو متوجه نشدم، در فرایند طراحی از کجا شروع میشه یا دوره ما از کجا شروع میشه؟ حالا که اینو پرسیدین هر دو تاشو بگیم فکر کنم خوب باشه. دوره ما در واقع از اونجایی شروع میشه که فرض میکنیم شما هیچی نمیدونید و ما قراره یک سری مبانی که قراره ما رو هم ادبیات کنه و درباره موضوعات مختلف بتونیم یک گفتگوی مشترک داشته باشیم، هم سخن باشیم، شروع میشه. و همونجوری گفتم فرض میکنیم شما هیچی بلد نیستید. وقتی تموم میشه که میدونیم شما میتونید بپرید تو آب. اگه نتونید بپرید تو آب، ترمتون اصلا تموم نمیشه، یعنی پاس نمیکنید واحدو، با دوباره بگذرونید. یعنی وقتی اون واحد نهایی رو پاس میکنید و مدرک بهتون داده میشه که دیگه یعنی میتونید بپرید تو آب دیگه. اونجا حالا ما یکم بهتون کمک میکنیم، ولی خب قطعا خودتونم باید اون شهامت لازم رو پیدا کرده باشید. اما در ارتباط با اینکه در فرایند طراحی از کجا باید شروع کنیم، قطعا تفکره. یعنی ما در یک فرایند این چینی اول تفکر میکنیم و این تفکر در یک پروسه‌ای رشد میکنه، ایده، کانسپت و دیزاین پشت سر همدیگه ادامه پیدا میکنن. و اینکه کجا کار تموم میشه ددلاینه، یعنی ما میدونیم که باید فلان موقع پروژه تموم بشه. معمولا پروژه‌ای که
ددلاین ندارن یا کارفرما ندارن، پروژه به درد بخوری نمیشن. آره، یعنی حتی یه دفعه میبینید یه پروژه توی 2 هفته خیلی نتیجه بهتری میگیره نسبت یه پروژه‌ای که چندین ماه روش زمان گذاشته شده. یه بحث دیگه هم وجود داره، اینه که حالا من شاید این یکم خارج از گفتگوم باشه ولی در ارتباط با همین موضوع، همیشه گفتگویی که هست و مطرح اینه که معمارا کار نمی‌کنن، انقدر وقتشون رو تلف می‌کنن، 90% از تایمشون رو هدر میدن و بعد 10% آخر رو میخوان بشینن کار کنن. واقعیت میدونین چیه؟ اینه که اصلا همچین چیزی نیست. درست 90% معمارا کار نمیکنن، 90% از تایمشون رو کار نمیکنن، ولی 90% از تایمشون رو دارن درباره موضوع فکر میکنن. یعنی درسته هنوز دست به قلم نشده، هنوز کار نکرده، ولی همین جور مغزه از روزی که بهش گفتن این پروژه مطرحه تو ذهنش داره هی بهش فکر میکنه، هی امروز یادش میره، فردا دوباره یادش میاد، دو تا نکته بهش اضافه میکنه، یه سری گیجاش فعال میشه در دنیای روزمرش که گفتن در ارتباط با همون موضوع حواسه، و اون حواس یه دفعه یه سری هینتا بهش میده که توی ایده پردازی بهش کمک میکنه، و درسته 90% از تایمش رو داره فکر میکنه، 10% هم کار میکنه. مرسی ازتون. یه سوال دیگه که باز یه ذره راجعش صحبت کرده بودین، حالا میدونیم که گلوتون هم داره رو به خوش شدن میره، ولی آره من هی به خودم مطرح کنم، همون ابعادیه که حالا ما میبینیم که خیلی به ابعاد هنری بچه‌ها میپردازن و تو سوالاتشون هم خیلی بولده این قسمت، و یه جورای اون بود فنی که بهش اشاره کردیم مقبول داره باقی میشه. در طراحی، در یعنی پروسه طراحی و در پروسه ساخت، این نگاه فنی و دانش فنی دوستان اصلا چقدر باید باشه، تا چه حد باید پیش برن، و توی مدرسه معماری داخلی چه تمهیداتی براش اندیشیده شده؟ یه بخشش واقعیتش اینه که علاوه است، یعنی بعضیا واقعا خوره اینن که برن یه چیزی رو که نمیشه بسازن یه راهی پیدا کنن که بسازنش، یا یه چیزی رو دیزاین کنن بعد بقیه بگن اینو نمیشه ساخت، بره یه راهی پیدا کنه که بتونه اینو بسازه. بعضیا خوره اینن. حالا ما سعی میکنیم اینا رو بهشون بگیم که خودتون خوره، بعضی خودشون میدونن، بعضی هم ما کمکشون میکنیم، یعنی تو خوره اینی، برو بچسب به این قسمت، برو کش کن ببین چه جور میتونی دیزاین کنی، برو ببین چه جور میتونی اجرا کنی، چه جور میتونی بسازیش. اما ما توی دوره در واقع موضوعات پایه‌ای رو در بحث میکنیم، یعنی یکی بخش فلز که خب طبیعتا در اینتریور دیزاین باش خیلی کار داریم، و یکی هم بخش چوب و MDF یا در واقع مصنوعات چوبی، روی این دوتا حوزه فوکسمون زیاده. سایر مطالب ببینید، ما شاید توی اینترنت خدا رو شکر محتوایی زیادی وجود داره، ولی و خیلی راحت میتونیم به خیلی از اطلاعات دسترسی داشته باشیم، ولی موضوع میدونی چیه؟ موضوع اینه که خیلی بیشتر مواقع نمیدونیم حالا از این محتواها کجا و چگونه میتونیم استفاده کنیم. هر چند که ما کلن در ارتباط با محتوای فارسی در کشورمون محدودیت داریم، یعنی ما قطعا نه کتبمون نه مقالاتمون آپدیت و بروز شده با محتوای دنیا نیست، محتوای آموزشی دنیا نیست. ما سعی میکنیم حالا در قالب کارهای حرفه‌ای که انجام دادیم این تجربه رو منتقل کنیم، و خب قطعا میتونه کنار این یه سری مطالعه و علاقایی که هر کدوم از دوستان دارن که میخوان برن دنبالش به نتیجه برسونه. من شک ندارم واقعا کسایی که علاقه دارن اگر 2 سال با تمام وجودشون انرژیشون رو بذارن توی این مسیر، من بعید میدونم به نتیجه فوق‌العاده نرسن، بعید میدونم نرسن. مرسی ازتون. و اگه موافقین سوال آخر رو بپرسیم و پنل رو باز کنیم که دوستان خواهش بتونن سوالاتشون رو بپرسن. سوال آخر همون جمله معروف معماری داخلی چه چیزی نیست، ما اینو پرسیدیم از یه سری از دوستان توی صفحه مرکز، یه سری جواب هم اومد، من یه منتخبی ازشو بگم. مثلا تاکید کرده بودن که چیدن مبل و کابینت کردن و انتخاب کاغذ دیواری معماری داخلی نیست، یکی دیگه از دوستان گفته بودن رندر از آبجکت نیست، یکی دیگه راجع به
چیزی که بدون شم هنری و خلاقیت اجرا بشه صحبت کرده، هر چیزی که فضا رو تشکیل نمیده و منظورشون بحث مکان بوده، و یکی دیگه راجع مینیمال کردن، مینیمال کار کردن، یکی دیگه هم بحث کار دکور. حالا ما میخوایم از شما بپرسیم مهندس مفاخر، با این سابقه طویل معماری داخلی و پروژه های منتخب و حالا 29 عنوان جایزه رو که من آخرین اطلاعات تو ذهنم بوده، حالا اگه بیشتر نشده باشه، میخوایم ببینیم نظر شما در مورد اینکه معماری داخلی چی نیست، چی هست؟ کلا من یه چیزی بگم درباره معماری، حالا معماری هم زیر شاخش، معماری داخلی هم زیر شاخش میشه. میتونیم بگیم هیچ کدوم مشخصا، هیچ کدوم از مواردی که شما فرمودید مشخصا نیستن. یعنی معماری داخلی فنگشوی نیست، معماری داخلی چیدمان نیست، معماری داخلی رنگ نیست، معماری داخلی انتخاب متریال نیست، معماری داخلی رندر نیست، معماری داخلی همون بحث فرموله کردن نیست، معماری داخلی کپی پیست نیست و همه اینا رو نیست، بلکه معماری داخلی همه ایناست. در واقع ما در حوزه دیزاین، حالا انشاءالله در بحث دیزاین درباره صحبت میکنیم، که معماری داخلی یا اصلا کلن فرایند دیزاین یک فرایند چند لایه‌ای از اتفاقات مختلفه. یعنی چیدمان هست، رنگ هست، متریال هست، نورپردازی هست، تأسیسات هست، سازه ساختمون هست و یه عالمه پارامتر دیگه‌ای که ممکنه در اتمسفر اون فضا وجود داشته باشه یا در باطن من وجود داشته باشه به عنوان دیزاینر، یا عوامل بیرونی که سفارش دهنده یه پروژه هن. همه اینا روی همدیگه یه جایی یه فصل مشترک پیدا میکنن که شکل این فصل مشترک میشه کانسپت، که اینا رو همدیگه وصل میکنه، اینا رو از همدیگه از بقیه محتواهای کناری خودش جدا میکنه و در قالب یک دستورالعمل که بهش میگیم استراتژی دیزاین تبیین میکنه و فرایند دیزاین شروع میشه. به همین دلیل نمیشه گفت دقیقا معماری داخلی اینه یا معماری داخلی این نیست. آره، چون واقعا فنگشوی نیست، ولی شاید جایی تو از نظر حسی بگی من میخوام اینو اینجا بذارم و این شکلی باشه. قطعا موضوعش مشخصا رنگ نیست، ولی تو میدونی که در واقع توی فضا و این اتمسفری که تو داری طراحی میکنی، این رنگ میتونه در راستای کانسپت تو یه اتفاق معرکه باشه. خیلی خلاصه بگم، امیدوارم، چون میدونم که شما یه برنامه‌ای هم روی این موضوع داریم، مثلا کردم خیلی بازش نکنم که اون برنامه رو بتونیم جذاب با هم پیش ببریم. مرسی ازتون. و من فقط یه نکته رو اشاره کنم، تو بحث مصاحبه‌ای که فرمودین، دوستان میتونن حالا راهنمایی میشن توسط خود عزیزان توی مرکز، همکاران ما، که چطور برای اون بخش مصاحبه، چون یه مرحله اولی داره که اصلا کلا وارد کردن اطلاعات توی قسمتی هست، از کجا میتونن براش اقدام بکنن، اینها کاملا در اختیارشون قرار میگیره توی گروه، نگران این نباشن. الان میشه آیه یا چون ممکنه بعضی از دوستان بخوان در واقع گروه ترک کنن به خاطر این موضوع، الان میتونن در واقع اون کانتکت پرسن رو داشته باشه یا کسی بله که بله. ببینید اگه یه دقیقه تو گروه بمونن و یه دقیقه ترک نکنن تا این لینک رو اونجا دریافت کنن بعد ترک کنن، خوبه، چون لینکش آماده است، ولی الان خب من نمیتونم در اختیارشون قرار بدم، خانم مهندس شیخی باید براشون اونجا بفرستم، ولی در هر صورت اگرم هر مشکلی داشتن با هر کدوم از پلتفرم‌های ارتباطی ما اگه پیام بدن، ما براشون میتونیم این بحث رو بذاریم، لینک رو که کجا میتونن اقدام کنن. علاوه بر این ما خودمون هم اطلاع رسانیش رو به صورت گسترده انجام خواهیم داد. اگه صحبت آخری وجود داره مهندس مفاخر عزیز، ما در خدمتون هستیم، اگه نه باز کنیم کامنت رو با اجازتون که ببینیم سوالات دوستان چه چیزی هستش در این رابطه، ما در خدمتشون هستیم. مرسی.
من میتونم یک کسب اجازه کنم این شربت خودم رو شارژ کنم و بیام خدمتتون؟ حتما حتما 10 اجازه ما ثانیه. هم دست شماست. قربان شما. خب دوستان عزیز در خدمتون هستیم، اگه سوالی در رابطه با صحبت های انجام شده دارین حتما اینجا مطرح کنین و ما بهش میپردازیم دونه به دونه. خب مسلح به نرم افزار باشن دانش پذیران چه؟ ممنون از شما. خب مرسی که سوالاتتون رو اینجا میذارید، ما دونه به دونه میایم پایین. فقط تا مهندس مفاخر بیان، ما یه سوالی رو پرسیده بودیم توی فکر می‌کنم از طریق پلتفرم اینستاگرام پرسیده شده بود در مورد اینکه وضعیت معماری داخلی کنونی ما رو چطور ارزیابی می‌کنید. خیلی کوتاه اگه بتونید نظرتون رو اینجا هم به ما بگین میتونه جالب باشه، هم خودتون نظرتون هم دیگر رو ببینید، هم ما واقف بشیم که به نظرتون در حال حاضر در چه لولی قرار داره بحث کارهایی که ما تحت عنوان معماری داخلی میبینیم در ایران. مرسی. مجددا قربان شما. خب از بالا شروع کنیم اگه موافقین. یه سوالی رو که پرسیده بودن در همون حین صحبتاتون، تفاوت مدرسه معماری داخلی با دوره‌های دیگه مثل تربیت معماری داخلی و اینها بود، اگه بتونید یه توضیح در موردش بدید. خیلی اصلا کانسپتشون خیلی فرق داره، شاید در واقع جفتشون به نتیجه طراح شدن میرسه، اما خب یه طبیعتاً یه دوره چهار ترمه با اساتید مختلف خیلی متفاوته با یه دوره‌ای که در واقع تایم کمتری داره و تقریبا وزن بیشترش روی من با حالا استاد دشتستان. خیلی اصلا کانسپتش با هم دیگه فرق داره، این دقیقا مثل یه دوره دانشگاه است و خب این 2 سال طول میکشه، اون یه دوره 6 ماه است، فرقش خیلی زیاده. خب یه نفر ممکنه واقعا تایم 2 سال نداشته باشه و ترجیح بده در واقع 6 ماه این زمین پروسه رو بگذرونه. دقیقا. پرسیدن که در مورد تسلط به نرم افزار، چه نرم افزارهایی مد نظر خواهد بود؟ اسکچاپ رو قطعا پیشنهاد میدم که اسکچاپ رو باید بدونن. طبیعتا نرم افزار 3D Max یا راینو برای مدلینگشون باز خیلی میتونه کمک کنه و حتما یه موتور رندر هم دونستنش لازمه. خانم سمیه حقیقی در مورد اینکه تو این دوره در مورد خانش فضای داخلی هم آیا کورسی در نظر گرفته شده؟ کورسیدن. ببینید من اول بگم که خانش چجور میتونه اتفاق بیفته. شما زمانی میتونی یه کتابو بخونی که حروف رو بلد باشی، معنی کلمات رو بدونی، معانی مختلف کلمات رو و کاربردشون رو بدونی و بعد بتونی مفهوم قرارگیری چند کلمه رو کنار همدیگه درک کنی، در این صورت میتونی یک موضوعی رو خوانش کنی و بخونی. به همین دلیل در یک فرایند آموزشی نمیشه انتظار داشت همه بتونن به خوانش برسن، به خانش معماری برسن، ولی قطعا دید شما به حدی پیش خواهد رفت که بتونی در یک مسیر درست این خانش براتون محقق باشه. ولی خانش اصلا چیزی نیست که خیلی بستگی به تلنت شما داره و اینکه خودتون در حوزه‌های مختلف هنری چقدر فعالیت دارید، چون یه نفر که میتونه خانش داشته باشه، خانش هنری داشته باشه، بحثش فقط معماری نیست. یعنی وقتی یه فیلم هم نگاه میکنه ابعاد مختلفی فیلم رو میتونه تحلیل کنه، متوجه میشه که کارگردان اگر همچین مفهومی رو مطرح کرده کجا بعدن داره ازش یه استفاده دیگه میبره. موضوع خانش یه چیز تجربیه، من تو این دوره تعهدی دربارش نمیدم ولی امیدوارم به نتیجه برسید هر کسی که دوست داره.
ممنونم ازتون. سوال بعدی که پرسیدن اینه که شهرستانی ها هم میتونن شرکت کنن؟ نه متاسفانه تنها دوره ای رو که کسایی که در شهرستانن میتونن شرکت کنن دوره آنلاینیه که داریم، یه دوره 66 ساعته است که اونم دوره خیلی خوبیه که به صورت آنلاین برگزار دوره میشه، عالیه معماری دوره داخلی. عالی معماری داخلی. اما مدرسه معماری داخلی به دلیل اینکه هم کارگاه داره هم در واقع کلاسای عملی داره، قطعا باید یا ساکن تهران باشید یا بتونید در واقع تهران حضور پیدا کنید. اما یه سری از دورها یه سری از کورس هم به صورت آنلاین برگزار میشه. در واقع خوب شد که این موضوع رو مطرح کنم که این دوره در قالب دوره حضوری و آنلاین برگزار میشه، یه سری از کلاس ها آنلاین هن و یه سری از کلاس ها حضوری هن. ممنونم ازتون. در مورد مبلغ و هزینه دوره پرسیدید دوستان، چون یه مقداری ما بیشتر داریم در مورد بحث آکادمی که این دوره صحبت میکنیم، در مورد این اطلاعات حالا بحث هزینه و شهری و اینها توی گروه اگه با خانم مهندس شیخی در ارتباط باشید کاملا اطلاعات کامل رو در اختیارتون قرار میدم. در مورد زمان دقیق شروع هم پرسیدین، شروع دوره استارتش حدوداً اون چیزی که تو برنامه ریزی های شما بود چه اردیبهشت. زمانی؟ اردیبهشت. ما در واقع دوره رو اینجوری تدوین کردیم که حالا درسته که دوره رو ترمیک برگزار میکنیم اما قرار نیست ترمیک اون مثل ترمیک دانشگاه باشه. دلیلش هم این بود که همیشه ترم بهمن توی دانشگاه از این طرف تا بهمن شروع بشه، میخوره به اسفند، بعدم نوروزه و از اون ور تا اردیبهشت و دوره بهمن معمولا دوره به در جامعه ای نمیشه. از این جهت ما تصمیم گرفتیم که دوره رو با شیفت کردن 3 ماهه از این بر اردیبهشت شروع کنیم، از اون برم در واقع مثلا آبان و اینا شروع کنیم. یه در واقع برنامه این چنینی چیدیم برای این دوره. ممنونم ازتون. در مورد سرفصل دوره پرسیدین، من فکر می‌کنم به صورت کامل دیتیله وقتی که این گرافیکش بحثش تموم بشه ما برای دوستان هم به سایت هم توی گروه این رو خواهیم گذاشت که بتونن از جزئیاتش کاملا با خبر باشن. مهندسی سوالی پرسیدن در مورد ماکت سازی که در این دوره جایگاهی داره یا نه؟ واقعا یکی از موضوعاتی رو که من قطعا توی دوره تربیت معماری داخلی هم اضافه کردم بحث ماکت سازیه و حتما این هست. بله ماکت سازی رو داریم اما خب با یه تعریف دیگه ای، یعنی یه مقدار متفاوت با اون چیزی که ما در دانشگاه کار کردیم. اینجا خیلی پرکتیکاله، از این جنس که شما مثلا اگه میخواید یه کمد رو به عنوان یک جزی از معماری داخلی مدل کنید، فرض کنیم که در واقع اگر قرار باشه اینو با MDF بسازیم، اینو به جاش میایم با مقوا ماکت میسازیم، به خاطر اینکه بدونیم دقیقاً اتصالات به چه صورتی میشه، کجا چی رو باید پنهون کنه، چی باید چه جوری به چی وصل بشه و در واقع باز بودن ذهن دیزاینر در باز بودن و تسلط داشتن روی اینکه اجزای مختلف در اینتریور دیزاین چجوری به هم دیگه وصل میشن خیلی مهمه و من هدفم اینه که تو ماکت سازی خیلی این روش مانور بدم، چون واقعا شاید انجام یه سری کارهایی که هم خارج از منطق بشه تو این دوره. شاید خیلی بهتر بود که میتونستیم بریم یه کمد واقعا هممون بسازیم، ولی هزینه‌اش دفعه اینقدر بالا میره که من ترجیح دادم به این صورت پیش برم. در مورد تایم هفتگی تدریس و تمرین پرسیدن، فکر می‌کنی یک نفری که قبول میشه توی مصاحبه و تو این دوره شرکت میکنه چقدر به هفته زمان بذاره مهندس؟ کامل. من همونجوری که عرض کردم فقط کسایی این دوره رو شرکت کنن که میخوان 2 سال از زندگیشون رو بذارن برای این موضوع. اگر شاغل سر کار میره، نمیدونم تایم نداره، اولویت زندگیش یه چیز دیگه است. اولویت زندگیش خونه داریه، اولویت زندگیش کارشه، اولویت زندگیش سفره، به درد این دوره نمیخوره. اولویت زندگیش پارتیه، اصلا به درد این دوره نمیخوره. مرسی ازتون. در مورد اساتید دوره پرسیدن، حالا با توجه به اینکه ما پرسیده بودیم که اصلا دغدغه دوستان در آموزش معماری داخلی چیه و سهم اساتید خیلی زیاد بود یا پاسخی که دادن، پرسیدن که اساتید با چه معیاری انتخاب شدن.
از اونجایی که یه سری از دوره های ما، کلاس های ما، کلاس های آنلاینه، این فرصت رو برامون ایجاد کرد که بتونیم از در واقع اساتید خارج از استان تهران بهره مند بشیم، که خب استادای خیلی معرکه‌ای وجود دارن، مخصوصا کسایی که در حوزه اینتریور دیزاین استادای صاحب نظری هستن، و برنامه در واقع به این صورته، یعنی کسایی در این دوره حضور دارن که قطعا از اساتید شناخته شدن، کارهای حرفه‌ای تو این حوزه انجام میدن، جوایز معماری رو گرفتن یا تو این حوزه چندین سال دارن کار میکنن. ممنون ازتون. پرسیدن که ما که در حال آموزش دیدن نرم افزارهای مدلینگ هستیم و علاقه من به شرکت در این دوره، یعنی نمیتونیم شرکت کنیم؟ حالا با توجه به توضیحاتی که خودتون داده بودین، من فکر میکنم که دوستان تو پیش نیازهایی که میگذرونن، دقیقا اگر مشکلی داشته باشن تو بحث مدلینگ، کلاسهایی براش در نظر گرفته خواهد شد. باز اگه شما کامنتر بتونین توضیح بدین. اگر الان دارن یاد میگیرن که تا اردیبهشت تموم میشه میتونن شرکت کنن، اما اگر در واقع فکر میکنن که نمیرسن، میتونن بزنن از ترم بعد وارد این بازی بشه. پرسیدن در مورد این که در بین ترم اگه اپلای دانشگاهیمون بیاد میشه به صورت آنلاین ادامه داد؟ خیر، جوابتون دیگه. نه واقعا خیر، اپلای دانشگاهتون اومد که بله. سوالات اینجا تقریبا تکراریه. پرسیدن کسی که مثل من چیزی بلد نیست و اطلاعات صفر داره و تازه میخواد شروع کنه، از کدوم دوره شروع کنه؟ آیا براش مناسب هست مدرسه معماری داخلی؟ بستگی داره که چی ما خیلی نمیخوایم شما چیزی بدونید. ما توی مدرسه میخوایم شما تلنتش رو داشته باشید و اون نرم افزارهای بیس رو بدونید. اگر فکر میکنید که نه در اون حدیثید، ما پیشنهادم اینه که دورهایی رو برید که برای غیر معمارا تدوین شده، مثلا مثل کلاس دوره معماری از آغاز. و البته بازم پیشنهادم اینه که با خانم شیخی مشورت کنید، یه گفتگو با ایشون داشته باشید. بعدن اگر به اون حد نباشید، قطعا توی مصاحبه رد میشید. در مورد معرفی اساتید پرسیدن که معرفه ای با اساتید دوره هم برگزار خواهد شد دیگه؟ فکر نمی کنم، چون راستشو بخواید یه موضوعی رو من بگم، حالا شاید من خیلی علاقه به تدریس دارم و این باعث میشه که حضور داشته باشم، اما واقعا حالا دوستان خودم در حوزه کار حرفه‌ای، واقعا پیدا کردنشون و درگیر کردنشون با این دورها به این اندازه سخت هست که من دیگه نتونم یه سری چیزا هم ازشون بخوام. یعنی همین که میتونم در واقع ازشون خواهش کنم و بیان یه دوره رو، یه ترمو بگذرونن، تجربیاتشون رو در اختیار شما بذارن، من فکر کنم این بیشترین لطفی که میتونم به من داشته باشن، بیشترشو بعید میتونم بتونم ازشون بخوام. ممنون ازتون. پرسیدن که اگر امکان شرکت نداشته باشیم در این دوره، مجددا چه زمانی این دوره استارت میخوره؟ این دوره هر ترم برگزار میشه، یعنی ما انشاءالله اردیبهشت 1401، آبان 1401، همینجور انشاءالله تا همیشه ادامه پیدا میکنه. در مورد معیار مصاحبه پرسیدن. معیار مصاحبه، ببین یه سری چیزا که در واقع ما می‌خوایم ببینیم که شما انگیزتون برای این دوره چیه، که ما دو تا فیلتر داشتیم عرض کردم خدمتتون. یه بخش تعهده که می‌خوایم ببینیم انگیزتون برای حضور در این دوره چیه، یه بخشش هم بخش تالنته. می‌خوام ببینیم تالنت لازم برای حضور تو این دوره رو دارید، یا ممکنه راهنماییتون کنیم برید یه دوره دیگه، یا اصلا بگیم که یه کار دیگه بکنید. بیشتر اون گفتگوی مصاحبه ما بیشتر جنبه آموزشی داره، یعنی برای خودتون به عنوان یه فرصت در نظر بگیریدش که بتونید خودتون رو بسنجید، ببینید که کجای کارید، اینجوری بهش نگاه کنید. یعنی قرار نیست بگیم اونجا شما بدید یا خوبید، میخوایم بگیم آیا میتونید در این دوره هم راستای بقیه باشید یا خیر. امتیازی نیست. ممنون ازتون. در مورد چند تا کتاب برای معماری داخلی پرسیدن که من نداریم دقیقاً. بسیار. اگر منبعی بود یا زبان اصلی بود یا هر چیزی، ما از مهندس محفوقه حتما میپرسیم و براتون در قالب
حالا پستی استوری چیزی اون رو قرار خواهیم داد. در مورد بحث ها یه سوال جالب پرسیدن مهندس، که با توجه به اینکه 2 سال این دوره و مثلا فرض کنید دوره ارشد معماری داخلی هم 2 سال تو دانشگاه، گفتن که کدوم رو پیشنهاد میکنید که ما بریم و ادامه بدیم؟ و حالا من قبل از اینکه شما نظرتون رو بگیم، با توجه به اینکه با بچه های ورودی معماری داخلی دانشگاه تهران زیاد در ارتباطم هر سال و روند آموزشی رو از نزدیک دیدم، فقط توصیه‌ام بهتون این هستش که حتما از یکیشون سوالو بپرسین، خیلی جواب صریحی میگیرید که چه راهی میتونه براتون مناسب تر باشه، ولی نظر شما رو بیشتر. منم باهاتون موافقم. بسیار. نه ما راستش رو بخواید موضوعمون نقد کردن سیستم آموزشی قطعا نیست. من نمیخوام سیستم آموزشی رو نقد کنم. هممون تو دانشگاه‌های مختلف از دانشگاه تهران تو دانشگاه‌های مختلف درس خوندیم. من کسایی رو داشتم از دانشگاه‌های واقعا متفرقه اعجوبه‌هایی بودن توی معماری، کسایی بودن از دانشگاه‌های خوب چیز خاصی نداشتن. موضوع این دوره خیلی مشخص معماری داخلیه و قرار شما واقعی درگیر معماری داخلی بشید، نه اینکه حالا موضوعات معماری داخلی درش مطرح بشه. مرسی ازتون. یه سوالی که پرسیدن ببخشید، من گفتم کسی که مدرک میخواد این دوره نمیخواد، لازم نیست اینجا بیاد. مرسی ازتون. یه سوالی که اینجا پرسیدن، قبلا هم پرسیده بودن، در مورد پژوهش در حیطه معماری داخلی بود. آیا اصلا کلا حیطه‌ای هستش که بتونن بر اساس مبانی نظری که به دست میارن برن سراغ پژوهشش و بتونن در اون زمینه مقاله‌ای تدوین کنن یا حالا هر چیز دیگه؟ من یه کسب اجازه میکنم، چون این موضوع پژوهش در معماری حوزه تخصصی من نیست، من نمیتونم درباره فیلدی که فعالیت خاصی توش نکردم اظهار نظر کنم. اما قطعا اساتیدی ما در دوره داریم که در واقع موضوعات مبانی رو برای بچه ها مطرح میکنن و گفتگو میکنن، در دوره وجود دارن که میتونن در واقع در فرایند آموزش از این دوستان راهنمایی بگیرن. قطعا تمام مباحث مخصوصا مباحث هنری قابل مطالعه و قابل پژوهشه و به خاطر بین رشته‌ای بودن هنر مخصوصا در دنیای امروز ما انقدر موضوعات مختلف با هم دیگه ترکیب شده و مخصوصا دنیای جدید، حالا هممون دیگه میدونیم مجازی، انقدر درگیر دنیای واقعی شده که مطمئنا موضوعات مبانی و تحقیقاتی همیشه جای خودشو داره. مرسی ازتون. یه سوالی که پرسیدن در مورد اینه که آیا محیطی فراهم خواهد شد تا دانشجو با کارفرماها در ارتباط باشن، یعنی کلا بحث ارتباط با بازار کار این مدرسه رو خواستم بپرسم. آره خب چه سوال خوبی پرسیده. ببینید دوستان، در این دوره بحثی که درش مطرحه اینه که ما شما رو حرفه، یعنی دوره قرارداد داریم که در دوره قرارداد و مسائل حقوقی شما کاملا موضوعات حقوقی در ارتباط با بحث رابطتون با کارفرما رو آموزش ببینید. از طرف دیگه من الان حتی به این نتیجه رسیدم که در این دوره از استادش بخوایم که یه سری موضوعاتی رو هم با شما مطرح کنن که در ارتباط با نحوه پیدا کردن کارفرما، اصلا من چجور برم کارفرما پیدا کنم، چجور خودم رو معرفی کنم. در واقع ما در معماری یه سری تاچ پوینت داریم که این تاچ پوینت ها هممون معمولا میدونیم، کافی این تاچ پوینت ها رو شما بدونید، روشون انرژی بذارید و از اون ارتباط میتونید در واقع وارد بازار کار بشید، البته به شرط اینکه بتونید اطمینان کارفرما رو در راستای اینکه شما میتونید پروژهش انجام بدید برآورده کنید، که ما هدفمون تو این 2 سال اینه که شما رو به اون نقطه برسونیم که وقتی کارفرما رو
تونستی باهاش صحبت کنی، وقت ازش بگیری که پروژهش رو انجام بدی، بتونی راغبش کنی، تو همون آدمی هستی که میتونی پروژهش رو انجام بدی. هر وقت ما به این مرحله برسیم، ما به خودمون میگیم ایبر موفق بودیم، یه آدم دیگه تونست وارد کار بشه. مرسی ازتون. سوال پرسیدن در مورد اینکه دوره عالی معماری داخلی رو گذروندن، آیا میتونن مدرسه معماری داخلی هم براشون مفید هست؟ آیا میتونن تو این مدرسه هم شرکت کنن؟ 100% شرکت. اگر دوره عالی آنلاین رو گذروندن و فرصتشو دارن، 100% بهشون پیشنهاد میدم. علاقه دارن و دوست دارن که توی این حوزه باشن، 100% بهشون پیشنهاد میدم. ممنونم ازتون. پرسیدن که چه چیزی شما رو متمایز میکنه بر شخصی که بخواد انتخاب کنه بین خوندن ارشد معماری داخلی مثلا در دانشگاه تهران جنوب یا مدرسه معماری داخلی؟ حالا با توجه به اینکه سوال قبلی هم که پرسیده بودن شباهت داشت و ما نمیخوایم وارد بحث صحبت کردن در مورد حالا پروسه آموزشی جای دیگه بشیم، من میگم اگر شما موافق هستیم به زودی سرفصل ها و دیتیل مدرسه معماری داخلی در سایت و در گروه شما قرار میگیره و شما خب سرفصل های دانشگاه رو هم در دسترستون هست، از هر کدوم از دانشگاه هم که بخواید در رشته معماری داخلی من دانشجو میشناسم که میتونید باش ارتباط بگیرید و پرسجوتون رو دقیق تر بکنید. برای همین فکر میکنم که اگر از این راه پیش بریم براتون مناسب تر بشه. اگه پاسخی فکر میکنید مهندس مفاخر؟ خیلی دنیاش متفاوته آخه، میدونی مثل این که نمیتونم که بگم ما خوبیم بقیه بدن، باید خودتون برید نسبت به شناخت پیدا کنید. یه راهنمایی بهتون میکنم. من یه دوست داشتم آیه دکتر قیاس آبادی، امریکا الان مشغول به کار و درس میخونه، مشاور مالی من بود. یه زمان ازش یه مشورت گرفتم، گفتم با یه آدمی این کار رو انجام بدم یا ندم. یه راهنمایی به من کرد، این راهنمایی همیشه تو گوشمه، اینو میگم شاید به درد همه دوستان بخوره. گفت اگر خیلی نمیشناسی نگاه کن ببین دنبش چقدره. حالا شما دوستان هر زمان گیجی نداشتید که ببینید حالا دانشگاه بهتره یا مرکز، این دانشگاه حتی بهتر یا اون، هر چیزی رو شاید دنبش رو نگاه کنید متوجه میشید. بالاخره شاید این بتونه بهتون کمک کنه. مرسی ازتون. در مورد این پرسیدن که آیا امکانش نیست دوره حضوری یه ماه یا دو ماه پشت سر هم فشرده تر باشه که ما شهرستانی ها هم بتونیم شرکت کنیم؟ نه، دوره فشرده نیست. ولی دوره کلاسامون فقط پنجشنبه جمعه است. یعنی شما ممکنه کسایی که شهرستان های نزدیک باشن بتونن، ما توی دوره تربیتمون خیلی از شمال، از اصفهان، کاشان داریم کسایی که میان. مرسی ازتون. لوکیشن کلاس های حضوری تو کدوم منطقه هست؟ منطقه چند میشه مقام مهندس؟ منطقه 6، خیابون 6 میشیم. بعید بشتی. خیابون 6 بشتی هستیم. و بیش از 2 روز در هفته میشه؟ نه، همونطور که توضیح دادن آخر هفته 2 روز انتهایی. بله، جواب خیلی از اینا رو دادین. ساشا شایان یه سوال پرسیده، خیلی هم علاقه داره، من نمیدونم سوالش چیه. جواب دادیم سوال آیه، اتفاقا همین الان سوال ایشونه که پرسیدم مرجع برای شناخت دیتیل طراحی داخلی وجود داره؟ سوالشون رو متوجه نمیشم. مرجع برای شناخت دیتیل احتمالاً یعنی برای یاد گرفتن فکر کنم منظورشونه. بله، در مورد هم دیتیل های فنی که من فکر میکنم فقط واقعا چیزی الان به ذهنم نمیرسه، ولی یه تجربه ما خیلی خوب داشتیم تو دوره تربیت معمار داخلی که یه روز بچه ها رو بردیم آوا سنتر و بهشون گفتیم که دیتیلایی که وجود داره رو کروکی بزنید و با جزئیات با اسکیل واقعی ترسیم کنید
و بعد مشخص کنید که متریال هر کدوم از اینا چیه و اتصالش چجوریه. بعد از اون دوره خیلی اتفاقای خوبی توی کلاس افتاد، خیلی از بچه ها در اومدن از اون حالی که داشتن. تجربه هم به نظرم دیدنه. مرسی ازتون. در مورد یه سوالی پرسیدن که خارج از حیطه معماری داخلی، این مدرسه به معماری هم میتونه کمک کنه؟ ممکنه فرایند دیزاین کمک کنه، چون بالاخره در ارتباط با دیزاین صحبت میکنه، اما قطعا نه، این خیلی فوکسش روی جزئیاته. یعنی ممکنه شما بعدا در دیزاین خودتون وقتی معماری رو انجام میدید، طبیعتا میتونید به کارفرماتون آفر اینتریور دیزاینش هم بدید، قطعا اونجا بهتون کمک میکنه. اما قطعا متریالی مثل MDF یا نحوه اتصال فلز، اون چیزی که ما اینجا یاد میگیریم، در معماری کاربردی نداره. مرسی ازتون. پرسیدن که کلاس های پیش نیازی که گفته شد رو تدریس میکنیم یا دوره براش وجود داره، و اینکه میتونیم تا اردیبهشت خودمون رو برسونیم؟ فکر میکنم هر دو، یعنی هم اگه بخوان دورش که هستش میتونن حالا با مرکز در ارتباط باشن، جدا از اون هم به عنوان پیش نیاز فکر میکنم که بهشون براشون چیزی تدوین بشه. بله. در مورد بحث بیزنس معماری داخلی پرسیدن که به این ایته هم میپردازیم توی مدرسه معماری داخلی آیا؟ آره، تا اونجاییش که با منه، آره بسیار تا اونجاییش که با منه، مطمئن باشه در ارتباط با بیزینس معماری داخلی صحبت میکنم. ولی یه نکته بچه ها دوستان من بهتون بگم، این نکته کلیدی، فرقی نمیکنه اینجا یا هر جای دیگه، به دلیل گرون شدن متریال یه زمانی کارفرما، این تجربه خودم، یه زمانی کارفرما اگه یه چیزی خوشش نمی اومد، یه چیزی رو می ساخت خوشش نمی اومد، می ریخت با این دوباره می ساخت، می ریخت با این دوباره می ساخت، انقدر خراب می کرد می ساخت تا بشه اون چیزی که دوست داره. ولی الان انقدر متریال گرونه که کارفرما حتی این ریسکو برای خودش نمی خره، ترجیح میده یه دیزاینر بگیره، دیزاینر کامل براش بگه، سبودی ها رو نشون بده، نقطه نظراتش رو بگیره، و وقتی که تر نهایی شده بره اجرا بشه. به همین دلیل کسی که در این حوزه کار بلد باشه، کار کرده باشه و بتونه تعامل خوبی با کارفرما داشته باشه، مطمئن باشید بیکار نیست، مطمئن باشید. مخصوصا الان که میگم متریال سنگ متری 2 میلیونی و سرامیک متری 1 میلیون تومان، این دیگه ایرانی هاشه، جای شوخی نداره که طرف خوشش نیاد بگه میریزم پایین دوباره اجرا میکنم. مرسی ازتون. پرسیدن که تو هر ورودی چند دانشجو پذیرفته میشن؟ نمیدونم، ولی تلاشم اینه که بیشتر از 30 نفر نشه. تلاشم اینه که بیشتر از 30 نفر نشه. اصلاح میکنم، قول میدم نذارم بالای 30 نفر باشه. یعنی بالاخره مرکز اونور یه فشاری به من میاره که بالاخره دوره باید اقتصادی باشه، اما من چون محتوا و آموزشش برام مهمتره، قطعا نمیذارم بیشتر از 30 نفر بشه. مرسی ازتون. خانم سمیرا و خانم مونا در مورد اون انتخاب بین دانشگاه و مدرسه معماری داخلی نظر شخصیشون رو گفتن، که خانم سمیرا گفته به عنوان کسی که معماری داخلی خونده 100% این دوره، و خانم مونا هم گفتن که در دانشگاه بیشک 1/100 این کلاس یاد میگیرین، و خب به حال نظرشونه. پایان نامه هم پرسیدن که داره من اسمت پایان نامه در قالب همون طرح نهاییه، نه لزومن اسمشو بذاریم پایان نامه، ولی خب طرح نهایی داریم. بله. اسامی اساتید و فیلد تدریسشون بله مشخص میشه و در اختیارتون قرار میگیره، یعنی مشخص هست، فقط بعد در اختیارتون قرار بگیره اینها. آیا رندر رئال پرسیدن مهمه؟ نه، ولی یه رندر خوب طبیعتا مهم. مرسی ازتون. خب سوال اکثرا تکراریه، پرسیدن زمان مصاحبه کی هست؟ اینو به مرکز اطلاع میده،
چون باید یه تایمی رو مشخص کنیم بله. که هم مرکز تایمش خالی باشه، هم من بتونم حالا تو مرحله نهایی شربت من حضور دارم. اینو در واقع بعد از ثبت نام، بعد از پیش ثبت نام، دوستان راهنماییتون میکنن. بسیار. و اینکه حالا اون چیزی که من تا اونجایی که در جریان بودم، اگه دقیق ترش رو شما میتونید از خانم مهندس شیخی بپرسین، ولی فکر میکنم بیفته هفته اول دوم اسفند ماه. پرسیدن که سوالی که از ما پرسیدین در مورد معماری داخلی زمان حال، اینو از مهندس مفاخر بپرسین که چطور ارزیابی میکنید معماری داخلی و اون چیزی که به عنوان معماری داخلی الان وجود داره در بازار کاری. خیلی خیلی سوال جامعیه. اگر نقطه نظر اقتصادی بخوایم نگاش کنیم، چون بودهای مختلفی داره، من دقیقا نمیدونم از کدوم بودش میتونم صحبت کنم. از بود اقتصادیش اگر بخوایم نگاه کنیم، که همونجور که گفتم با توجه به شرایطی که وجود داره طبیعتا میتونه خوب باشه، حالا به دلیل گرونی مساله، هوشیاری کارفرماها قطعا میتونه تاثیرگذار باشه. در ارتباط با اینکه در دنیای الان معماری داخلی چه میگذره، من یادم سال 88 من پروژه رو انجام دادم، آپارتمان شماره 17. وقتی که اون کار منتشر شد کنار پروژه های دیگه به این صورت بودن که عمده رنگ، رنگ کرم و قهوه‌ای بود، دیزاین داخلی، اینتریور دیزاین رو محدود میکردن به کاغذ دیواری و استفاده از الوارای چوبی توی دیوار و سقف، یا حالا استفاده از یه سری متریال های رستی که یه مقدار در واقع است نوستالژی به فضا بده، و کل معماری داخلی تو این در واقع خلاصه شده بود. و آقای زهادی عزیز، واقعا بهش دست مریضات میگم، آقای زهادی عزیز باعث شد که کم کم کارهای خوب دیده بشه. الان کارهای خوب خیلی زیاد داریم، الان همه به اندازه کافی پروژه دیدن، میدونن پروژه خوب و بد چیه، هم کارفرما هم در واقع مشاور یا طراح. و فکر میکنم توی ایران خوبیم، یعنی با این محدودیت هایی که داریم به نظرم خیلی خوبیم. مرسی ازتون. در مورد ساشا، در مورد امضای شما در کارهاتون پرسیده که فکر میکنم حالا نمیدونم وبینار توضیح آثارتون رو حضور داشتن یا نه، ولی فکر میکنم که اونجا احتمالا باید یه توضیحاتی راجبش داده باشین. آیا شما امضای خاصی دارین در کارها یا نه؟ از دیتیل ها معلومه، یعنی وقتی در جزئیات وارد میشیم معلومه این جزئیات جزئیات منه، ولی شاید معماری رو، پروژه رو وقتی نگاه کنیم نه، چون هر پروژه کانسپت خودشو داره و از دنیای خودش داره میاد، هیچ وقت پروژه شبیه هم دیگه نمیشن. بعضی وقتا برام سخته، یعنی خیلی برام سخته یه پروژه رو بگم خب این دیگه تموم شد، حالا باید برم سراغ یه پروژه دیگه، اینقدر اونو دوست دارم. ولی خب واقعیتش اینه که تا اونجا که میدونم فقط شاید در حد دیتیل بشه گفت پروژه شبیه هم دیگه. مرسی ازتون. یه آخراشه، میدونم که زنم با حالا هوای کرونا سخته، بازم ممنونم ازتون که من راست بخواید ادامه میدین. من ممکنه این مدار هوشیاری اومده باشه پایین، واقعا نمیدونم چون خودم احساس میکنم اون انرژی اولو ندارم. نه، واقعا برای کسی که کرونا داره عالیه، ان شاء الله که هر چه زودتر حالتون بهتر و بهترم بشه. پرسیدن که در مورد کار با کارفرمای خارجی یا فریلنسرینگ هم میتونیم بگیم که یا فریلنسینگ هم توضیح داده میشه تو این دوره یا نه؟ نه، میرید بازی میکنید، راستشو بخوای اینجوری نیست که، یعنی یه جایی میافتی تو استرخ دیگه باید برید چنا کنید. یعنی وقتی که شما تاچ پوینت ها رو یاد گرفتید، میدونید کارفرماها اینجاها وجود دارن
و حالا باید خودتون رو برید در معرض دیدن قرار بدید و بعدا وقتی دیده شدید محتواشو دیگه تو کلاس یاد گرفتید، دارید چند تا پروژه انجام دادید، روبرو میشی با کارفرما، میخوای قیمت بدی، نمیدونی چی کار کنی، باز تو دوره دربارش صحبت کردی، میدونی چه جوری باید گفتگو بکنی درباره قیمت و قیمت دادن، قرارداد تو براشون میفرستی و تبدیلش میکنی به پروژه. بذارین یه چیزی بگم، مهمترین دستاوردی که این دوره براتون داره تجربه است. یعنی خیلی از چیزهایی که الان باید برید در دنیای واقعیش ها 4-5 سال هزینه از جیبتون بدید که تجربهش کنید. ای وای، نباید به کارفرما اینو میگفتم، اینو گفتم پرید، نباید قیمت اینقدر کم میدادم، گفتم حتما گفت این کاره نیست، نباید قیمت اینقدر زیاد میدادم، قیمت زیاد دادم پرید. و اینا همش تجربه است دیگه. شما بعد از 4-5 سال 5-6 سال هی کم کم آروم آروم دستتون میاد باید چی کار کنید. این دوره در واقع هدفش اینه که این تجربه رو در اختیارتون بذاره. مرسی ازتون. یه سوالی هست که خیلی متفاوته در مورد معماری داخلی و تطابقش با متاورس پرسیدن. خیلی دیگه فکر می‌کنم که نه، خیلی خوبه. ببینید مثلا یه نفر که خب بالاخره یه دانشه، یعنی دونستن یه وبینار فکر می‌کنم باید باشه. آره، دونستن در مورد متاورس خب خیلی عالیه. یعنی کسایی که میتونن حالا هم متاورس هم NFT اینا میتونه در واقع دنیای آینده است و خب شناخت بالاخره اگه میخوای تو وارد اون دنیا بشی باید یه چیزی هم برای عرضه کردن داشته باشی دیگه. مثل این دنیا نیست که تو شلوار تو بپوشی بری بیرون خودتو عرضه کنی، باید یه چیزی برای عرضه کردن داشته باشی. اون چیزی که باید عرضه کنی احتمالاً همین جا پیدا میشه. بالاخره باید یه چیزی داشته باشی با خودت اونجا ببری، بخوای کار انجام بدی اونجا. اگه بخوایم که حالا کارای دیگه انجام بدی اونم بحث شد. یه سوال باز یه مقداری جامعه رو پرسیدن، اینه که آیا معماری داخلی با معماری متفاوته یا اینکه از نظر شما یه کل یک پارچه است که کل یک بنا رو باید یک معمار طراحی کنه، یا نه مثلا یه معمار داخلی ما میخوایم یه طراح نما میخوایم جدا باشه مثلا. من اسمش رو طراح نما رو اگه اجازه بدید حذف میکنم. ببینید واقعیتش اینه که همه آدما میگن معماری و معماری داخلی با همدیگه یکیه. من با عزتون کاملا ردش میکنم. ما در معماری با یک مقیاسی از ارتباط سر و کار داریم که شما هیچ وقت تجربهش نمیکنید. شما کی از کنار ساختمون خونتون عبور میکنید و احساسش میکنید؟ اگه کسی ساختمونش رو احساس میکنه به من بگه. ولی زمانی که درون پروژه قرار میگیری تو حس میکنی پروژه تو. یعنی تو اتاق خوابت احساس خوبی داری یا احساس بدی داری؟ تو تیوی رومت حس راحتی داری یا نداری؟ فرق شما، یعنی هر کسی میگه این دوتا یکیان یکی نیستن. چیزی که یکیه توش ممکنه نگرش طراح، کانسپت طراحی در این که فضای داخلی خلق بشه میتونه یکی باشه. این حواستون باشه، ما در معماری داخلی من در واحد خودم یه سلیقه دارم، ساختمون بغلی می سلیقه دیگه داره. من که نمیتونم، ها یادتون باشه بچه ما معمارها نه عکاسیم نه نقاشیم نه مجسمه سازیم. ما یه تابلو نمیکشیم بعد بگیم هر کی دلش میخواد اینو بیاد بخره، هر کی هم نخرید فدا سرم میذارمش تو خونه خودم. ما یه مخاطب داریم که برای اون مخاطب داریم دیزاین میکنیم. مادامی که شما فکر کنید سلیقه خودتون رو به عنوان یه دیزاینر میخواید به کارفرما تحمیل کنیم، همون جایید که اشتباه میکنید. اتفاقا شما باید کارفرما رو متوجه بشید، با سلیقه و دانش خودت اونو ارتقا بدی. مطمئن باشید کارفرما متوجه میشه. مرسی. اینو میتونیم مثلا دربارش یه بحث کنیم، چون من خیلی شنیدم که میگن معماری و معماری داخلی یکیه. بله. و این در واقع دانشگاه خیلی صحبت میکنن در این رابطه و این میگن معماره که باید بیاد و اون کانسپت رو توی پروژه هم در واقع وارد کنه. درباره کلیات میتونه، ولی اصلا درباره جزئیات نمیشه.
من از رنگ قرمز اصلا خوشم نمیاد. مگه میتونه کارفرمای پروژه به من بگه حتما باید قرمز باشه؟ اگرم بگه من بعدم که رفت سبزش میکنم. پروژه ماندگار نیست. همین اتفاق میفته که من 90% از پروژه هام تخریب ساختمون نوسازه و تبدیلش به یه پروژه جدیده. 90% از پروژه های من اینه. برمیگره به همین روی کرد دیگه. روی کرد اشتباه. که یه نفر اون اول گفته بقیه هم دربارش ادامهش رفتن. دقیقا. این صحبت رو احتمالاً زیاد شنیدن دوستان. به دانشگاه خیلی صحبت میکنن که معماری داخلی زمانی معنی داره که معماری خارجی ما داشته باشیم در مقابلش، که خب معماری داخلی زمانی مطرح وجود داره که ما بخوایم یه اتمسفر داشته باشیم. مرسی ازتون. سوال بعدی که پرسیدن اینه که در طراحی داخلی ایده مهمتره یا زیبایی بصری از نظر شما؟ با توجه به اینکه آره بحث قطعا ایده مهمه. من سر کلاسام همیشه اینو میگم معماری درباره زیبایی شناسی نیست، درباره عملکرد نیست، درباره حس فضایی هم نیست. حالا زیبایی شناسی میشه همون موضوعات بصری، بلکه معماری درباره همه ایناست. اصلا تفکیکش نکنید، اینا یه عالم لایه است که رو هم دیگه است، که شما به اقتضای پروژه میایید و مهارتی که شما در دیزاین دارید اینا رو به هم دیگه وصل میکنید و میدوزید. قطعا ایده مهمه، زیبایی شناسی هم مهمه. مرسی ازتون. در مورد داستان سرایی یا الان بحث سناریو توی کارها هم پرسیدن که به نظر شما چقدر یعنی اصلا کلن جایی داره تو تفکر شما؟ من سناریوم داستان نیست. یعنی از نظر من سناریو یک دستورالعمل فکریه که شما در فرایند ایده پردازی بهش میرسی که در قالب یک کد مثل DNA به تو کمک میکنه که دیزاین رو انجام بدی. ولی داستان بعضی وقتا به خاطر اینکه تعریف کارفرما در پروژه معلوم نیست و به خاطر اینکه بتونن پروژه رو یه مقدار واقعی کنن، ممکن از بچه‌ها بخوان یا خود در واقع مدرس به بچه‌ها یه داستان بگه که بله این پروژه مربوط به یه آقا و خانمی هستن که آقای 2 سال پیش تو جنگ نمیدونم مجروح شده، بچه بزرگشون الان تو این شرایطه. اگر منظورتون رو درست متوجه شدم از داستان سرایی، این در واقع یه بخشیه که مثل در دنیای واقعی بخواد کارفرما سفارش کار بده و خودشو پرزنت کنه، نه اینکه لزوماً استراتژی دیزاین باشه. اصلا یعنی استراتژی دیزاین نیست. مرسی ازتون. یه سوالی پرسیدن که دوره چه تفاوتی با دوره طراحی داخلی پارسال داره، اینو که گفتیم، و اینکه متاسفانه ابتدای دوره سربازی رفتم و نشد ادامه بدم تا آخر بیام دوره مدرسه معماری داخلی ایران یا نه. بیا در مورد تفاوت معماری داخلی و طراحی داخلی پرسیدم و یه سوال های مقداری میگم در مورد اون دیزاین پروسس تو ذهن شماه و اینکه در حین طراحی به متریال فکر میکنید یا اول طرح بعدش متریال چی باشه و اینها، و دیگه اینا اگه بگیم. آره اینم دوباره همون موضوعه که در واقع متریال هم مثل نورپردازیه، مثل رنگ، مثل عمل کرده، مثل تاسیسات. متریال هم باز یه بخشی توی اینه. وقتی به کانسپت میرسی، توی کانسپت مشخصه که متریال چیه. یعنی اون دستورالعمل و اون دی ان ای، یه مثال ساده من سر کلاس میذارم، زمانی که دی ان ای خلق گور خر داشته باشیم، حتما پترنمون زبراه. خب خیلی تو متریال تکلیفمون معلومه. نمیتونیم ما در واقع دی ان ای داشته باشیم که تکلیفش معلوم نیست. تو دی ان ای قطعا متریالت مشخص، رنگت مشخص. مرسی ازتون. یه کامنت داریم از استاد دشتستان عزیز. به 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 دارم
عرض به ادب استاد خیر مخصوص. مقدم، عرض ادب و احترام به استاد دشتستان عزیز. پرسید آن بیا صحبت کردن در مورد اینکه یه وبیناری هم اگه در مورد همین تفاوت معماری داخلی با معماری باشه میتونه خیلی جذاب باشه. قولشو بگیریم ازتون مهندس. آره خیلی خوبه، بسیار خیلی خوبه، دشمن بر خودم درست میکنم. چون اتفاقا چند روز پیش داشتم یه چیزی رو نگاه میکردم در ارتباط با یه دوره‌ای که کاملا نقطه نظراتی که داشت با نقطه نظرات من متنافر بود. دقیقا در رابطه با هم. بسیار عالی. خب حالا پس ببینیم چی میشه و شما نظرتون چی. در نهایت سوالا تموم شد و دوستان دیگه دارن خدافزی میکنن. اگه سخن آخری هست مهندس واقعا خیلی من راست خدا بخوای دیگه قوت میگم بهتون که من قربون گرده داشتم نمیتونستم واقعا. قربونتون برم. ممنونم از شما کمک کردید به من که بتونم این جلسه و این گفتگوی خوب داشته باشیم. ممنونم ازتون. بازم عذرخواهی میکنم، من معمولا آدم با انرژی هم، ولی واقعا الان یه مقدار خودم متوجهم که انرژی سطحش اومده پایین. در صورت امیدوارم که به خواست خدا بتونیم یه دوره تاثیرگذار، واقعا شاید گیجمون بزنیم این تاثیرگذار بودنشو، یه دوره تاثیرگذار رو ایجاد کنیم. بچه هایی که علاقه مندن، دوستان هایی که علاقه مندن تو این حوزه فعالیت حرفه‌ای داشته باشن رو بتونیم جذب کنیم، ما به تعهد خودمون توی آموزش عمل کنیم و انشالله دنیای بهتری رو بسازیم. مرسی ازتون. ممنونم مهندس مفخر عزیز و خیلی ممنون از شما. مرسی از همه دوستانی که تا اینجا ما رو همراهی کردن و ما همچنان توی گروه در خدمتشون هستیم. من خداحافظی میکنم باز اگه مرسی استاد، دست شما در نکنه. ممنونم از شما استاد دشتستان عزیز، دستون کسب اجازه میکنم. خیلی ممنونم دوستان عزیز، شب همگی بخیر. خداحافظ. خداحافظ. شب شما بخیر. خداحافظ. خداحافظ شما.